به نظرم نقش سازمان همکاری های اسلامی بسیار مهم است. ما از مدت ها در این مورد صحبت می کردیم که نیاز است تا نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشورهای منطقه بیشتر در مسئله افغانستان دخیل بمانند. فکر می کنم در اصالان چه طالبان ادعا می کنند محدودیت های شدید است که اساس آن را شریعت می دانند. اما بیشترین انحراف از شریعت است. سایر کشورهای اسلامی می گویند که زنان در کشورهای آنها تحصیل می کنند و آنها به عنوان چتر اسلامی می خواهند این پیام را به طالبان برسانند که مهم است. البته که می دانیم طالبان از دیدگاه و باور خودشان می خواهند زنان را به بدترین شکل شکست دهند. گرچه نقش کشورهای اسلامی در کل روشن نیست، اما این کشورها روابط بهتر با رهبران افغانستان دارند و امیدوارم تا حد خوب اقدام کنند. می دانم که تلاش های زیادی در جریان است و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی می خواهند با طالبان به طور واضح مذاکره کنند و امیدوارم که آنها در وضعیت دشوار کنونی که راه حل آن مشخص نیست تاثیرگذار باشند. طالبان اخیرا دختران را از رفتن به دانشگاه ها ممنوع ساختند و به دنبال آن کار برای زنان در نهادهای غیر حکومتی ممنوع قرار دادند. ایالات متحده گفته است که در همکاری با کشورهای متحد به اقدامات طالبان رسیدگی می کند. برای شما چه گزینه ها وجود دارد؟ فکر می کنم دشوارترین پرسش همین است. تلاش های سیستماتیک اخیر طالبان برای اعمال فشار بر زنان جزی از سلسله محدودیت های آنها است و به نظرم طالبان تا کنون کم از کم 20 مورد قیودات مختلف بر زندگی زنان را وضع کردند. این معادل تلاش های طالبان است که می خواهند با وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به دانشگاه ها و محدودیت بر شاگردان مکاتب متوسط و لیسه و اکنون ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشری زنان را از جامعه محو کنند. این کار طالبان در تضاد با حقوق زنان و احترام به عنوان انسان و یقینا افزایش جرایم آشکار علیه بشریت است. این مسئله فراتر از هر آن چی است که قابل توجیه باشد. به همین دلیل یکی از مشکلات را که ایالات متحده با آن روبرو است این است که چطور طالبان را به خاطر اقدامات فجیع تخطی حقوق بشر مجازات کند و در عین زمان در جامعه افغانی دخیل بماند تا کمک‌های بشری برای رسیدگی به وضعیت رقتبار مردم در افغانستان برسد. به نظرم آنچه در بخش از پرسش شما اشاره کردین، ایالات متحده و سایر کشورها در کنار هم متوجه اتفاقات در افغانستان هستند و میخوان از زنان و حق کار آنها محافظت کنند و از طرق مختلف میخوان مطمئن شوند که امداد بشری در آینده برسد. اینها همه تلاش‌هایی است که مورد بحث قرار گرفتند و تلاش صورت گرفته است به خاطر که پرسش حیاتی است. با باور شما طالبان با فشارها بر جامعه بین‌المللی واکنون تحت فشار قرار دادن کشورهای امدادگر تلاش دارند که به رسمیت شناخته شوند. هرگاه وضعیت ادامه یابد بر نجات افغانها از زیان بیشتر چی باید صورت گیرد؟ شما می دانید که وضعیت تا چی حد دشوار است و وقتی به ماهای قبل که طالبان به قدرت رسیدن نگاه کنیم آنها می گفتند که ما تغییر کردیم و زنان محافظت می کنیم. از آن زمان به این سو ما شاهد وضع محدودیت ها بر زنان هستیم که یکی پی دیگر وضع می شود و زندگی زنان را بدتر ساخته است و به نقطه ای رسیده است که زنان دیگر وجود نداشته باشند، کم از کم در چشم جامعه دیده نشوند. بسیار دشوار است که درک نماییم که طالبان بیشتر از هر چیز می خواهند بر رسمیت شوند و به همین خاطر این راه را برگزیدند و امیدوار هستند که مشروعیت پیدا کنند. اما در عین حال به نظر می رسد رهبر آنها در قندهار به ایجاد اختلافات در صفوف طالبان پی برده است و شمار از طالبان ممکن در حال انشعاب و بدنه این گروه باشد. در کارها دشوار است، اما عمل مهمتر از حرف است و ما می بینیم که اعمال طالبان کاملا زشت و نفرت برانگیز است. نگرانی های فزاینده وجود دارد که طالبان می خواهند زنان را از جامعه حذف کنند. شما آینده را چطور پیش بینی می کنید؟ آیا روزنه امید برای زنان افغان باقی مانده است؟ Well, you know,
ما باید با همه امکاناتی که داریم تلاش کنیم و روز و شب کنار هم برای رفع محدودیت ها بر حق تحصیل دختران در افغانستان کار میکنیم. تحصیل حق اصلی آنهاست و همه تلاش ها برای اعاده این حق باید صورت گیرد. به نظرم در این حال نوی گزینه های موقت باید جاگزین گردد تا زنان بتوانند به طور مجازی به تحصیل ادامه دهند. در منازلشان به طور خصوصی برنامه های آموزشی تنظیم کنند. ما باید به طور بسیار قوی و جمعی از آنها و از هر نوع ترتیبات که میگیرند حمایت میکنیم. از سوی دیگر نقش زنان در توزیع امداد بشری نیز مهم است. آنها یک از پایه های جامعه هستند که باید در پروسه توزیع کمک ها سهیم بمانند و اگر در سازمان های غیر حکومتی و بین المللی کار کرده نتوانند وضعیت بدتر می شود، به خصوص بحران بشری. مراقبت های صحی و زنانی که نانآور خانه های خود هستند بدون داشتن عواید زندگی آنها دشوار می شود. به این معناست که مطمئن شویم که زنان معاش دارند و به کار ادامه داده می توانند تا وقتی که نظم بهتر برای آنها به وجود بیاید و جامعه بیشتر رنج نبرد. فکر می کنم بر علاوه آن یونما باید بیشتر طالبان را تحت فشار قرار دهد تا مسئولیت پذیر شوند و برای آینده کشور اقدامات ثابت و درست انجام دهند. فکر می کنم نهاد از زنان افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای اضطراری نمودند تا به افغانستان سفر کنند و این مسائل را از نزدیک دنبال نمایند تا طالبان احکام وضع شده را رفع سازند. به همین خاطر تلاش ها در هر سطح که باشد به شمول سازمان همکاری های اسلامی و هر کدام باید برای حفاظت از زنان افغان اقدام کنند و نباید آنها تنها گذاشته شوند و ما این کار را نمی خواهیم.